خیلی مخلصم، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. اسمم فرموده و اینجا چنل یوتیوب ما. ویدیوهایی که دو نفری بگیریم و میگم ما، ویدیوهایی که تکی بگیرم میگم چنل یوتیوب من. سلام، چطوری؟ مختصر مفید. بذار جالب بهتون میگم. مختصر مفید. میزبان ویدیوی امروز سحر خانم هستم و بفرمایید ایده بدید. ایده من این بودش که چند تا سوال طرح کردم. بازم سوال های بی جواب. که ببینم چقدر هم دیگر میشناسیم. سوال هم نمیدونه که چیه فرمید. آره ما با هم سوال هم نمیدونه چه. نمیدونه. نگه نکن. نگه نکن. حالا دیگر نگه کنم فرمید. نگه نکن. خوش. توضیحش با منه ولی خب سوال نمیدونه چی بوده. سحر ایده که داد اینه که الان یه سوالی مثلا سحر میپرسه و جواب خودش و جوابی که حدس میزنه من میگم و مینویسه، منم همین کارو میکنم، بعد تطبیق میدیم میبینیم کی حدس طرف مقابلش رو درست نوشته. به عنوان مثال میزنم، مثلا میپرسه که خونه ویلایی خب این برش خوری؟ بله. چرا؟ به عنوان مثال میگه خونه ویلایی دوست داری یا آپارتمانی؟ من مینویسم فرمود، یعنی خودم نظرم ویلایی. سر حد میزنم بیاد حالا من دارم توضیح واضحات میدم. خب دیگه بذارم اسمارو بنویسم آقا فرنود. ببینم چه میکنی آقا فرنود. آقا فرنود تقلبم نکن. خب سهر. خب آقا فرنود این نوشتنه فقط واسه نمیخواد هر سری دوربین نشون بدیم، واسه اینه که ثابت کنه حرفی که میزنیم راست. نشون میدیم. نمیشه اینجا هر سری اینجوری فوکوس کنیم که. خب بریم. مایکمون هنوز نگرفتیم، این صداش بد میشه. چرا اینجوری میکنی؟ که نگاه. یادش شد مدرسه اینطوری میکردیم. وای چه حرکت سمی بوده. پشمو. خب سوال اول، سوالا رو گفتی عددشو نمیگیم. سوال یک ولی حالا باید بگیم دیگه. بفهم. خب وقتی که عصبانی هستیم چیکار میکنیم که طرف مقابل آروم شه؟ وقتی که طرف مقابل عصبانیه ما چیکار میکنیم که اون آروم شه؟ چی؟ دوباره اون افکت رو بذار آقا جان، چاره ای نیست. وقتی که عصبانیم طرف مقابل چیکار میکنه؟ الان من واسه فرنود باید بنویسم فرنود چیکار میکنه در مواقع عصبانیت سحر. بله. اوکی. نه. دو تا می نویسم. واسه هر سوال میخوام دو تا بنویسی. من دو تا نوشتم. آقا اجازه ما تموم کردیم. با این پاچه خاره میز اولی بودن. آقا اجازه ما تموم کردیم. خب اول واسه این من همش استرس میام که صدا برتون. خب زیاد نه رو بر بری دیگه، اون یه بخواه رو میز بکشی صداش بر میشه. نمیخواد اینجوریش کنی. بگو. خب آقا جان بگو. خب من هم خودم حالا کردم کیفیت سه داغون. خب اجازه من عصبانیم فرنود بزنم روی گوشی هم چیزی میشه واسه هم خوراکی خوشمزه میخره و پول میزنه به کارتم. من اشتباه نوشتم، یعنی نظر این نبود. چی بود؟ نوشتم بچه بازی در میارم واسهش خرید میکنم. خرید خوب بکنم. خرید درست گفتم. درست گفتم. خب اینجا یه امتیاز به تو تعلق میگیره؟ یک امتیاز. مجازات هم داری یا؟ اوه مجازاتشه. مجازاتشه هر آخری فکر میکنم. خب سهر چی؟ وقتی فهمید عصبانی چیکار میکنی؟ خودت بگو. فهمید عصبانی نمیشه. یعنی چه اشتباه نوشته؟ من عصبانی نمیشم. نشتم ناز میکنه و بوسم میکنه. خب تو هیچ تو عصبانی نمیشی. باشه ولی فهمون یکی دوباری که تو این 3-4 سال شده هم بالاخره می نوشی اشتباه میشه. صرف هم دست آقایی میشه. خب باشه من می نویسم بداره. خب من گفتم الان. نه این من رو خواستم برشتم. ای خدا داریم فیلم کمدی میگیریم. اجازه یک کوله رو روشن کنم. نمیشه دیگه خیلی گرمه. نمیخواستی اینو بنویسی. سوال دو یکی چون نفهم. میخواستم بنویسم که مثل موش میترسم. آره واقعا جا آره من اصلا عصبانی نمیشم. سوالی آره سوال یه بار همون یه بار دیگه میشم میشه میده میشه. خب ترسیده. سوال دو یکی چون نفهم. من یه دونه میگیرم. نه کجا میگیری یه دونه؟ چرا میگیری یه دونه؟ خب اینو آروم بلند کنم.
البته توی دو گزینه پول میزنه به حسابم هم گفتی که غلط بود. باش کنم چی بیرفت اینجا غلط مثلا امتیاز رو سدیم؟ تو گرفتی دیگه، تو یه امتیاز گرفتی، من هنوز نگرفتم. خرید میکنی دیگه، خرید میکنی. آه آه آره درسته درسته درسته. خب بیا امتیاز برم. فوبیای من چی؟ فوبیای همدیگر رو باید بنویسیم. فوبیا؟ پشمان باشم. از چی خیلی میترسم؟ آره میدونم. پشت سوال ها فکر میکنم منو تو رو قرآن زن منو نگاه کن، خودش چشش سوال تر کرده، خودش تو جواب مونده، مگه میشه آخه؟ چیکار خب حالا من نوشتم. خب اول واسه من، واسه تو. بله. جای تنگ برای کله، درسته. جای تنگ و مار. مار آره. حالا یه دونه شما بسید کنم برسه. ببینید من جای تنگ دست ترس نیست، یعنی نمی ترسم، خفه میشم قشنگ. یعنی الان یه بار با فرمان بخوادیم سرزمین عجایب، مثلا فرمان انقدر بودم سرزمین عجایب، یه دستگاهی بود اینجوری این بسته میشد، بعد کامپیوتری جلو هواپیما بود داره پرواز میکنه، بعد این دستگاه میچرخید، یه ذره حالت ترسناک هم داشت. فرمان با دختر داریم سوار شد، رفت و اومد با خنده بیرون خندید، اون تو یه دکمه داره وقتی بترسی میزنی میای بیرون. من و دایینا رفتیم سوار شدیم، سوار شدیم، این بسته شد اومد اینجای من، اومد اینجای صورت من و از اینجا یه لوله داشت که از بیرون فقط هوا بکشه تو. ببین این بسته شد انقدر محکم میذارم روی دکمه که فقط باز شه، باز کردن همه جا قرقه میکنم، ترسیدی به خودش خفه میشدم، 3 ثانیه دیگه تبازی کرد خفه میشدم. خب منو بگو فوبیه از دست دادن عزیزان نه خیلی سوسکو موش. نه بابا از سوسک و موش میترسی؟ خب میترسم دیگه. چرا تا حالا سوسک نمیدونی تو خونم که من بفهمم تو از سوسک میترسی؟ از موش. بابا اون سری از اینجا داشتیم رد میشه، میگفتم اینجا احتمالا موش داره، خیلی چیل اینجوری برخورد رد شدی. گفتی احتمالا موش داره، نگفتی موش که. خب میترسم از جفتش واقعا. خب. یکیش تو پس. اما خب که نوشتی میتونه درست باشه. نه چیزی که نوشتی رو باید نوشته باشم. این کولره بچه ها نمیدونم صداش میفته توی ویدیو یا نمیفته، من هی روشن میگم. جفتمون یکی یکی. یکی یکی. سوال بعدی. اسم مامان بزرگمونو بعد ننویسیم. خب قبول نیست. چرا قبول نیست؟ ببخشی چرا قبول نیست؟ تو خب خونه ماموزه به من خیلی اومدی. من ببین این بحث شناخته با پروتوکولم به یه طرف رو بنویسی من سریاله؟ نه دیگه تو بعد اسم مامان بزرگی من رو بنویسی من اسم. نه اسم مامان بزرگی یه طرف تو. آره یه تو. بایسی یه یه طرف بزرگی یه چیزی همینجوری می نویسیم چیزی که بهش میاده بگی. نه این سه تیزه رو همش بکنم یا اینجا صداش کردم. ای دهزی چه سواله داشتی باری کلا نمیخواد برگردونی، نمیخواد برگردونی. بگو اسم آموزگی فرمون فاطمه. ای جان خدا رحمت بشنه مامان فاطمه. من مامان فاطمه شدم وجیه ایوی منیره. وای یادم بود یه جا نوشتم منیره. وای منیره راست میگی دهنت سرویس مطمئن برده. سهر دو وای منیره راستی خدا حفظش کنه ایشالله. حالا اسم مادر بزرگی طرف خیلی زندگی نمیم گوزو. وای خب یه بار میدونی چجوری موچه دو نفری گرفتم؟ خیلی چیزی مستری تو مدرسه دو نفر اومده بودن اینا الا بلا ادعا میکردن ما پسرخاله هم دیگه. همه بچه میگفتن آ چه بال پسرخاله هم دیگه، هم دیگه رو پیدا کردن تو یه مدرسه هم فلان. گفتم نه اینا پسرخاله هم نیستن. همه شاکی بودن. تو میدونستی من متوجه شده بودم اینا میخوان همین ادای در میارن به صورت مسخره بازی ما پسرخاله هم دیگه. رفتم گفتم اسم مامان بزرگاتون رو هر کدومتون جدا در گوش من میگید. رفتم در گوش این یه چی گفت اون یه چی گفت. گفتم چطور بازی ملک بازی پلیس 2-1. خب سال بعدی کدوم عادت همدیگه رو مخمونه؟ ببین عادت چند تا بنویسم گوش. نه ببین اخلاق نه عادت دیگه. عادت یه کاری که عادت دارم به انجام دادنش خیلی هم مخاطره مثلا. آه بایست بایست مثلا من به تو میگم فرم و تو باز این کار کردی مثلا. آها باشه.
نگاه نمی کنم به دفتر تو، من تا آخر ویدیو نگاه نمی کنم. بایسته ببینم ای سوزسی سب کن سب کن تمام نشده سوال مطرح کردم سب کن ازم آفر می وقتی سوال مطرح کردم از تو دوتا عادت اون تو ذهنم الان اون یکی نمیاد بدون شما یه دونه بنویس یه دونه بنویس خب شاید یکی شده بیشم درستم نه خدا چیو میشه من چیو میخوام بگاه کنم خدا دارم بقیه خدای من چه عادت بدی دارم هیچ عادت بدی ندارم خدای من سرچه از خوبی ها یه خود میشه به فرصت بدی؟ آخه ببینید ویدیو هم علاقی کش پیدا میکنه با تو خودت سوالو تر کردی لام از سب مگه میشه آخه جوابتو فکر نکردم دوستان عادت بیاید با هم یه صحبت کنیم تا سهر چیز کنیم عادت چه خبر؟ مثلا صحبت من نپریم من به مخاطبه عزیزم صحبت کنم یه سه خیلی جالب بهتون بگم ویدیو نگاه کنم تقلب کنم نه نه تو چی اینجوری بود تو مدرسه هم اینطوری بودی؟ نه جدی همینقدر یوب صحبت تقلب کنی؟ خب در بسی تقلب کردن هم برای نیستی دوستان بریم یه استراحت دارم خفه میشم بریم بیا خب برگشتیم خوب فاصله فکرم کردم نه این نیست موقع نمیدونم چیه که رو میخوام چیزی که رو مخ تو رو دارم مینویسم تو طرف رو مینویسم نیست تو مخ تو نه کار تو که رو مخ منه آره خب شما نمیشم من چی آگه شما؟ تو در کمودا رو باز میذاره خدا شده هر کاری در کش و کمود باز میذاره ببین هر جا که هر چیزی درش باز بود فهمید از اونجا عبور کرد جرم گفتم اگه من گم کردی جای کاراگاه ماراگاه خواستن دنبال من بگردن هر جا دیدی در بازه کش و کمود نه 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 بازه من اونجا بود مانوتور من مطمئن اشتر داشتم چی گفتی؟ استفاده از وایتکس و شوینده با آره با همینم بود با من سند ریدم اشتم اول اشتم ایراد گرفتن از کارهایی که بسیار عالی انجام شدن مثلا این ولی عادت نیست اخلاق آره بعد فهمیدم اخلاق اشتباه نوشتم و عادت پیدا نکردم به عنوان مثال این اخلاق سهر راست بی عادت نیست اش اخلاق مثلا میز تلویزیون رو آوردن حالا توی ویدئوی خونه که میخوایم بگیریم در ویدئوهای بعدی میبینیم به بهترین شکل انجام شد به بهترین شکل و زیباترین حالت الان اونو ولش کن نشست گریه کرد که چرا اینجوری شد کارها به بهترین شکل انجام میشه خوب اینه کمالگرا بودن میاد بله میخواستم همین رو بگم خب شما شدیم سه به نفع شما بله خب بچه بودیم دوست داشتیم چی کار بشیم دین بایست من با خیلی اصلا نمیدونم میچون بره نیستی آها من خودم درسته؟ آره تو خلبان نه باید کن تیمه دست خود آرش کرد من آرش کرد درسته بشم باری کرد واقعا مستعده تو این کار واقعا جدی میگم مستعده خلبان دوست داری چگاره شد لاستک فراش خلبان و دکتر و نه خلبان من اصلا بچگی از خلبان میتونم فر بودم بچگی خیلی شغله بروینگه بروینگ اول هدیه که بهت دادم چی بود؟ وای چرا اینقدر سختش میکنی؟ اصلا آبرو شرف من بودی تو و اول هدیه که تو به من دادی هم میدیسم فکر کنم این بود خب حتی مال خودم هم یادم نیست تو جفت چی دیده؟ دیگه بهت رحم کردم نگفتم اولین دیتمون چی پوشیده بودم اونا رو دیگه بهت خیلی رحم کردم پشما من اصلا تو تو من کاری ندیتا یه رو تکم فرصت بده دیگه فرصت اولین کادو آها باید فکر کنم بود فکر کنم بود خب اول کادویی که من بهت اون هم حتی یادم نیست آخه تو جفتش یادته آخه تو صد درصد بردی وقتی باز خودم یادم نیست خب بله اول کادویی که تو من دادی چی بوده؟ من به تو دادم اون تابلوه که چیز بود تابلوه شب آشنایی من ستاره شب اینم اون اول من گرفتم
ببین صد بار تعارف گفتم انقدر اونو به اسم خودت نزن. اونو اول من گرفتم بچه ها. خب بعدش سایزش کوچیک بود، خوشش اومد از این ایده، سفارش داد سیمان بزرگش رو. یه برندی هست خب تابلو، یه تابلوی میزنه آسمونه، چی میگن؟ شب هر تاریخی که بدید تاریخ، یه تاریخ میدی آسمون اون شب و بر اساس اطلاعات فضایی و مزایای اون طراحی میکنه بهت میده. خانم رفته تابلو گرفته تاریخو اشتباه زده. نخه میلادیشو اشتباه گفت. خب میلادیشو اشتباه، شمسیش هم اشتباه میشه. شمسیشو که میدونستم اون آقای لابد اشتباه گفت. حالا در یک روز اشتباه گفته آقا من بزرگترش گرفتم روز اشتباه زدی تابلو اصلا کلی گذاشتم زیر تخت اشتباه. آره بزرگتر زدیم به دیوار خونه تهران. نه خیرم من بالا سر تخت. خب اونو که من اشتباه گفتم، اولین کادویی که من گرفتم چی بوده؟ اولین کادویی که تو گرفتی یه دونه گردنبند بی‌نهایت بود. شما اگه نمازه خب من اینجا به شما یک میدم. خب چی کار کردی؟ من اینجا آقای کار دارم. آنه اینجا اوله بسه تو آقای کار دارم. نه بسه من کیف پول با باری کلا نمیشم فرنود آفی کنم سرش سهر کیفه بود. سهر هیچی نداده. سهر سرم ده برابر به من کادو داده. خب اینجا من یه امتیاز میگیرم. شدیم 4-2. 4-2 چند تا زاره گلن؟ 11 تا. 1-2-3-4-5-6-5 شانده. خب مجازاتش هم دیگه تو حالا که جلو افتادی مجازات بذاریم خودتو پرتون نه دیگه نصف سوال مونده. حالا میخوام مجازاتشو بگم. بگم چی؟ اگر که من برنده شدم کاری که من خوشحال میکنه باید انجام بدی. و کاری که تو رو خوشحال میکنه الان باید پاشیم تو فردا بریم پاساش. اگر من بردم میخوام 24 ساعت گیم بزنم، یعنی از الان ساعت 2 تا 2 ظهر فردا. باش قبوله. نه 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 بریز کشتم از من پاساش نمیم. نمیم؟ خب بذار مجازاتشو بچه ها بگیم. شما مجازات بگید تو کامنت ها بگید چی کارشو. سوال بعدی 4-2 این بابا 2 تا بگیرم رسیدم به طعم بستنی که من دوست طعم بستنی که دوست داریم. سر سوال ها رو نگاه یزید چه من سوال نمزهی داره بگیم. بستنی خور که نیستم ولی حالا اگر بخورم چه؟ آخه بستنی خور نیستی اصلا تو اگه بخوری. اینو باختم که ببین اینو سواله ای که باید حتما انجام بده طرف مقابل. آره طعم بستنی مورد علاقه طرف واقعا مهمه تو زندگی میشه. ببین زشته که مثلا من یه جا نیستم. من چی هم؟ زود باش. ساعت چی میخوره میگی نمیدونم چی میخوره چی دوست داره. چی گفتی؟ نگاه نکن دیگه تو فقط بگو. کافرنو شکلاتی؟ اشتباه گفتی؟ نوتلا؟ خب نه دروغ میگه دروغ نوتلا آقا من نه دروغ عزیزم ما الان شکلاتی مرا ایران باشیم میریم مثلا فررو رو میخوریم تو نوتلا داره. آقا طعم خدا رو نوشتم باشه این به قول چیز دوزیه سهر هنوز سه سفر خصم این یوتیوبش. تو چی؟ وانیلی. وای میخواستم این سه وانیلی. بابا غلط کردی تو کجا وانیلی میخوری؟ وانیلی میخواستم این سه نوشتم ترش. من میخواستم وانیلی بنویسم. سف 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 که درسته ولی من درست گفتم. نه درسته. وای وانیلی. خب اینجا رو داشته شده داریم 4 سه بچه ها داریم به سالهای آخر نزدیک میشیم. تاریخ تولد بابا هامونو بنویسیم. بابا برو چیز شد تو همش خود تو رفت آمده تو خانواده من خیلی بیشتر بوده تا من تو خانواده تو. تو رفت آمده تو بیشتر من الان من خود بیشتر کنی. بابا سهر آبادانیه باباش آبادانه من رفت تو همش تو خانواده مای خود اون قبول نیست این نامردیه. من هم میخواست سوال برم تر کنم. میخواست تر کنی من نقا بهش گفتم سوال تر کن نکن. خب آقا نمیخواد روز و ماهشو بنویس همین بعد راهنمایی هم بهت میکنم. حالا که دیگه اینقدر کلی بازی درآوردی راهنماییش اینه که روزشون با هم دیگه یکیه فقط ماهشون فرق میکنه. حالا من 1 در 12 شانس دارم که درست بگم دیگه به حرف کن خودت سوال تر کردی خودت انگار خیلی بزنی نشستی فکر کنی از اون سوال نه راجب جواب سواله چون سوالی اول خودت هم سوالش رو نمیخواد بنویسی باش نگاه نکن به دفتر من نگاه خودت چجوری گرفتی بالا؟ هفت یک در 12 آها سب کنیش هم فکر میکنم ببین تیر ماهی که تماه من نیست فروردین هم نبود
تو سه ماه گذشته که از سال شروع شد. خیلی واسه مهم این سوال رو ببرم که امتیاز یه دونه میتونم نیمه دوم هم نیمه دوم هم دیگه چقدر راه نمایی کنم. حداقل لطف این مسابقه تاریخ و تولد بابا رو بدونیم در حال صدا چونی داری شد؟ موشن بگو بابا صدا هم گرفت بابا فرنون هفته یازده هفته هشت درست افتر؟ هفته هفت بابا من هر چیو میخوام بنویسم آخری لحظه عوضش میکنم. آخری بابا جونم خدا حفظش کنه. هفته هفت یادت نبود؟ یادت نبود چی؟ الان تو چجوری باید یادم باشه؟ من برای مانگار خودم زوری یادم. پنج دو شدیم؟ بله پنج دو یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. سه تا سوال میده. من سه تا رو ببرم مساوی میشیم؟ پنج دو بفهم. ببخشید. خب تفریح مورد علاقه مون در داخل خونه و بیرون خونه. خیلی بیه زاحته بگیم. تو از کجا میدونی؟ تو خونه فیلم دیدن، بیرون خرید یا باشگاه؟ درسته. من تو خونه گیم. بله. ورزش. وای که باشگاه مصابی. وای مصابی. این که دیگه با هم زید این رو دیگه با بیرون اجاز داره؟ داره یکی شده من دیگه. نه دیگه منم با همون پنج دو دیگه نمیخواد سف سف منم گرفتم پنج دو میگم سه دیگه دقیقا من بعد به عددم نزدیک بشم. عدد چیه؟ ده. تو یازده تا سوال دو تاشو من گرفتم چجور میخواد بشید ده؟ میشم باش. خب اینم گفتم. خب کدوم وسیله خونه رو بیشتر دوست داری؟ وسیله؟ ببین میتونم به دوری راه نمایی کنم. از تو آشپزخونه بیا انتخاب کنم. جفت اون تو آشپزخونه؟ خب من تو آشپزخونه چی دوست دارم بخوام مثلا؟ خب نه ببین الان یه سوال دارم مثلا کامپیوتر وسیله خونه حساب میشه؟ اینجوری خب خیلی لو میاد. نه نه خب همون از وسایل آشپزخونه از وسایل آشپزخونه فنو چی دوست داره؟ سوال نگله بود نه ببین ماست خب چرا خیلی حال میده که با حالت خب سوال هرگه سهر هواپرد فرنود قهوه‌ساز. اشتباهه. چرا تو چی دوست داری؟ فرنود گیلاس چیز شرابخوری. خب دروغ نگو دیگه. قهوه‌ساز وسایل آشپزخونه من کجا گیلاس شرابخوری عاشقشم. قهوه‌ساز دوست دارم. دوست دارم ولی فیوریت هم تو وسایل آشپزخونه قهوه‌ساز. مثلا بریم خرید کنیم اولین چیزی که برداشت من چه اون بود. بابا من گفتم که دکوری مثلا لیوان ویسکی و شرابخوری و اینا خیلی واسه مهمه که مثلا گیلاس شرابخوریش این خفنا باشه. ولی خب فیوریت هم تو آشپزخونه نیست واقعا. منم هواپس فیوریت هم نیست واقعا. تو چی فیوریت؟ رنده. تو رنده نوشتی؟ من برده بودم. رنده جهانی بود. بچه یه خاطره در مورد رنده داریم که خیلی طولانی میشه اگر رنده بخواهم بگیمش میزنیم. نه بنده طولانی شدنش هم نیست. بس اینکه رنده رابطه ما رو نجات دادی. حالا بعدا راجعش توضیح میدازی. دست ما رو کجاش؟ بابا من دو تا سوال سر وانیلی و چیز الان باید مساوی میشه. خب این صرف صرف میگیریم. خب سال آخر قهوه ساز بچه قهوه ساز من قهوه خوش کرد مثل قهوه بسنم سال آخر؟ آره ده تا شد سال آخر رو بپرسم. تا آخر عمر دوست داری کجا زندگی کنی؟ بازرگان هست بچه باید من رو ببره خرید چی دیگه باشه جدی. آره اینا همون طرف تو هم میده. اینا رو واسه استان کن. بچه‌ها هم طرف تو هم. ویدیو قبلی رو سر گرفتیم گفتم. بیشتر ویو کلی چنلم اون خورد که سر بود. ان شاء الله این ویو این ویدیو ازون تشریح بکنم. مرسی. خب دوست دارید آخرام کجا زندگی کنید؟ بعدم نظرم عوض شد. نه نه همین الان رو من همین رو میگفتم یه سال دیگه شاید نیم ساعت دیگه نظرم عوض شد. همین الان همین الان نظرم اونه که تا آخر همون جد میتونی کنی میگه تو تو فرنود استانبول. آره سهران استانبول. استانبول چطور استانبول؟ بالاخره یه دونم بازم اینم شهار امتیاز واسه من. نه قبلش درست داشتیم. خب
یه دونه هم نداشیم جفتون درست بگیم؟ چرا؟ گیم و ورزش و فیلم رو خرید و این آها راست میگی راست میگی راست میگی یه دونه درست گفتیم با هم دوتا جفتون استانبول دلیل چی واسه استانبول؟ دیگه حالا فعلا این که نسبت به این که به ایران نزدیکه آفر این دلیل منم بود بعد این مهمترین دلیلش همینه من واسه همین یه ذره آزادی که نسبت به ایران داره نکته دوم و اصلیش اینه که به ایران خیلی نزدیکه ما واقعا حالا رفیقایی داریم آره تو خیلی واقعا فیلمو خراب کرده ایسن این فیلم پابلیش نمیشه دوستان عرض میکرم خدمتتون که مثلا یه سری دوستان هستن رفتن کانادا و خب من خودم میذارم جای اونا واقعا حس میکنم که نمیدونم الان ما دلمون میگیره یا اینجوری میشیم مثلا از تهران تا شما 5 ساعت راهه از اینجا تا تهران 3 ساعت راهه که پرواز میگیری میری تهران سر میزنی برمیگردی دوستامون خیلی میان اینجا پیش همین و از این نظر خیلی خوبه فعلا بهترین گزینه اینجاست جایی که ما داریم اون نمیتون خیلی دور باشیم خانواده اونم نمیتون خیلی دور باشیم فعلا اینجاست تو ببینیم چی میشه نتیجه شدش این هم بیاییم کیه؟ 7-4 چهار من چهار بنازم من از قصد این کار کردم ازم من خواستم ماما میام بچه ها من بردم واقعا بر خودم خیلی ناراحتم از اینکه تو منو اصلا نشناختی عزیزم ببین بذار من یه چیزی رو بهت بگم ولی باز میتونی یه خورده روی این سوالا بیشتر کار کنی و ببین قربونت برم من بستنی وانیلی رو اومدم بنویسم خدا شاهده اگر مینوشتم بستنی وانیلی برمیگشت گفت من کی وانیلی خوردم با این اومد جلو چشم نشم ترش این عزیز نکته اول بعد تو اومدی هواپز سوپ داشت باید اون هواپز غذای بزید رنده حتی رنده رنده جهانی هست من فکرم میگه ساله آسونی هم طرح کردم که بتونی بگیشون فوبیای سوس و موش فوبیا چی نوشته بودی اصلا از دست دادن عزیزان اشکالی نداره آره اشکالی داره سر کیفور فقط آیفون 12 کیف پول عالی بود بجرس ویدیو رو مهمون سحر خانم دیدیم چالش جالبی بود خوشم اومد زیبا بود و از اینکه چشمان مهربانتان را به سوی ما میچرخانید و ما را نظاره‌گر هستید بسیار سپاسگزاریم همین با همین نگاه کردن ویدیوهای ما بزرگترین حمایت رو میتونید از ما بکنید مراقب خودتون باشید ماچ بوس خدافظ